یکی از موضوعات مهمه که اسلام فوکس و تمرکز خاص بر آن دارد احکام نامگذاری است که چه اسمهای بالای فرزند گذاشته شود. اسلام دینی است که تمام ابعاد زندگی را در نظر میگیرد و یکی از بعدهای مهم زندگی اسم یک فرد هست. آینده دوستانش، رفیقایش و حتی خودش وقتی که اسم خود را به زبان می آورد یا اسم خود را می شنود شرم می کند و حیا می کند به داشتن چنین اسم. یک طفل، یک نوزادی که تازه تولد می شود بالایش اسم می گذارند تا اینکه مشخص باشد که این فرد، این شخص تا زمان مرگش و حتی در روز قیامت این اسم همراه این فرد می گذارند. این ببینید چه اسم زیبایی بالای فرزند خود رسول الله علیه السلام گذاشتند و شایسته است که امتش هم بر رهی که رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنهاد کرده است چنین اسمهای زیبا را بالای فرزند آنها خود بگذارند. الحمدلله رب العالمین و لا عاقبة للمتقین و الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و على آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، دوستان عزیز و ارجمند، اعمز خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال را سپاسگزار هستیم بر این که همیشه ما را توفیق میده تا اینکه در راه دینش قدم برداریم. در سلسله برنامه های اسلام و زندگی قرار داریم. عزیزان، زیر چتر اسلام و زندگی عنوانی را که بحث کردیم حلق سر نوزاد بود. در این جلسه کوتاه و مختصر انشاءالله تعالی احکام نامگذاری طفل را بحث میکنیم، چیزی که واقعا ارزش و جایگاه خاصی دارد. اسلام دینی است که تمام ابعاد زندگی را در نظر میگیرد و یکی از بعدهای مهم زندگی اسم یک فرد هست. اسم گاهی اوقات خوب میباشد، گاهی اوقات از روی ندانستگی و از روی کمبود ظرفیت اسمهای خرابی گذاشته میشود و گاهی اوقات از روی جهالت و از روی نادانی اسمایی گذاشته می شود بالای فرزندان، بالای کودکان که آینده اینها را در خطر می اندازد. به این معنی در خطر انداختنش که در آینده دوستانش، رفیقایش و حتی خودش وقتی که اسم خود را به زبان می آورد یا اسم خود را می شنود شرم می کند و حیا می کند به داشتن چنین اسم. به همین اساس یکی از موضوعات مهمه که اسلام فوکس و تمرکز خاص بر آن دارد احکام نامگذاری است که چه اسمهای بالای فرزند گذاشته شود و از چه اسمهای باید پرهیز شود. عزیزان، اسم گذاشتن به معنی نشانی کردن یک شخص هست. یک طفل، یک نوزادی که تازه تولد می شود بالایش اسم می گذارند تا اینکه مشخص باشد که این فرد، این شخص تا زمان مرگش و حتی در روز قیامت این اسم همراه این فرد می باشد. پس انسان به خصوص پدر و مادر کوشش بکند، تا حد توان خود کوشش بکند تا اینکه بر فرزندان خود اسم خوب و زیبا و مقبول و قشنگ انتخاب بکند. وقتی که رسول الله علیه السلام صاحب فرزند به نام ابراهیم شد، ثابت بن انس رضی الله عنه روایت میکند، میگه که رسول الله سلام فردا پیش ما آمد گفت که امشب صاحب فرزند شدم و اسم آن را، نام پدر خود را بالایش گذاشتم، یعنی ابراهیم بالایش گذاشتم. این ببینید چه اسم زیبایی بالای فرزند خود رسول الله علیه السلام گذاشتند و شایسته است که امتش هم بر رهی که رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنهاد کرده است چنین اسمهای زیبا را بالای فرزندان خود بگذارند. اصحاب سنن از سموره روایت میکنند که سموره میگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود کل غلام رهین بعقیقته تذبح عنه یوم سابعه و یحلق رأسه و یسمى. تمام فرزندان و تمام اطفالی که تازه تولد میشوند در گرو عقیقه خیش هستند و در روز هفتم این عقیقه ذبح می شود و بالای طفل نام گذاشته می شود. از این دو حدیثی که بیان کردم معلوم می شود که انسان هر زمانی که دوست داشته باشد می تواند بالای فرزند خود اسم بگذارد. اسمهایی که شیرین باشد، زیبا باشد، اسمهایی که ظاهر و باطن یک فرد را به نمایش بگذارد. در این علما هیچ نوع سختگیری ندارند که یک پدر یک مادر
در روز تولدش، هنگام تولد نوزادشان، هنگام روز سومشان، روز هفتم نوزادشان، یعنی در هر روزی که پدر و مادر دوست داشتن میتونن بالای فرزند خود اسم را بگذارند و او را به یک نام مسما بکنند. بعضی از اسما هستند مستحب هستند، خوب است که بالای فرزندان گذاشته شود، و بعضی از نام ها هستند زشت هست، بد است، پلید است، و حتی بعضی از نام های حرام هست که نباید امت اسلامی چنین اسم ها را بالای فرزندان خیش بگذارند. از جمله اسمایی که انسان باید بالای خود بگذارد، ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنه، میگه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود ان احب اسمائکم الی الله عبد الله و عبد الرحمن، بهترین نام ها که از شما نزد الله متعال محبوب ترین هست، بهترین هست، او را خداوند خیلی دوست دارد، اسمی است که به اسم عبدالله گذاشته شود، یعنی بنده الله متعال، یا اسمی است که به عبدالرحمن گذاشته شود، یعنی بنده رحمان، بنده الله متعال، یعنی این بهترین اسما هست. ببینید الله متعال در حدیث ثابت است که الله متعال 99 اسم دارد. هر اسمی الله متعال اسم برای من و تو شده میتواند در صورتی که پسوند و پیشوند مناسب داشته باشد، مثلا عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالجبار، عبدالعزیز و سایر نام های الله متعال، هر کسی که دوست داشته باشد میتواند از این 99 اسم الله متعال با پسوند یا پیشوند مناسب برای فرزند خود این اسم زیبا را بگذارند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری میفرماید انکم تدعون یوم القیامت بی اسمائکم، شما در روز قیامت به نامهایتان صدا کرده می شود که ای فلان پسر فلان، ای فلان پسر فلان، و اسماء آبائکم، و با اسماء پدرانتان شما در روز قیامت خواسته می شود و طلب کرده می شود که اسماء زیبا بالای خود و بالای پدرانتان بگذارید و انتخاب خوب و نیک داشته باشید. فاحسنوا اسماءکم، رسول الله صلی الله علیه و آله پس زیبا بسازید اسمایتان را، نامهایتان را زیبا بسازید. یک چیز را، حقیقت را بیان بکنیم، در جامعه ما متاسفانه و خیلی جای تاسف هست، جوانانی هستند با استثناء از جوانان هوشیار و بیدار و با برنامه و جوانان ذکی، با استثناء از جوانان خوب، با استثناء از جوانانی که واقعا شخصیت ها هستند، واقعا الگوها هستند، بدون این جوانان، جوانانی هستند نسبتا بد اخلاق، نسبتا فاسد، نسبتا کنزه، نسبتا تنبل، اسمایی را بالای خود میگذارند، نامهایی را بالای خود میگذارند که زشتی اخلاقشان را به نمایش میگذارند. شاید شما دیده باشین در همین صفحات وقتی که صفحه فیسبوک را انسان بالا میکند، اسم میاد به اسم زنجیری، واقعا جای تاسف است که این چگونه اسم است که انسان بالای خود میگذارد، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماند فاحسنوا اسماءکم، پس شما اسمهایتان را، نامهایتان را زیبا بسازید. این اسم زنجیری چی معنا هست؟ زنجیری یه ای که اسمایی مثل قماندان فلانی کابل یا قماندان و غیره و غیره، اسمایی پوچ، زشت، ذلیل را بالای خود میگذارن، اسمایی میگذارن که کینگ است و مومچ مفقره است و غیره و غیره، اسمایی که انسان را به خجالت وامی دارد. چونین اسم گذاشتن، چونین اسما بالای خود گذاشتن ذلیل میسازه انسان را، اما شخصیتی که تو زیبا داشته باشی شخصیت را زشت جلو میده. یعنی یک انسان بی بندوبار، یک انسان گستاخ، یک انسان بی برنامه، یک انسان پلید چونین اسمهای زشت را بالای خود میگذارد. و حتی بعضی از افغانهای ما هستند که ندانستن نفهمیده اسم بالای فرزند خود میگذارن، میگن باش که فرزندمان به همین اسم مسما شود. و چرا اسم را گذاشتی؟ در قرآن کریم اومده و خدا قسم است که چند قبل از یک شخصی خبر شد نام پسر خود را فرعون گذاشته. ببینید جای تعجب، ببینید چرا اسم را گذاشتی؟ خب اسم فرعون در قرآن کریم اومده. خب تو که قرآن کریم را نمیفهمی، مطلبش را درک نمیکنی، نمیفهمی که فرعون چه کسی بود، چه کارکرده های زشتی داشت، چه اعمال پلیدی داشت، و چرا از فرعون در قرآن یاد شده و چرا به بدی فرعون را یاد کرده، باز می اسم فرعون را بالای فرزندت میگذاری؟ جای تأسف هست عزیز من. بعضی از اسمایی هست که بالای انسان، بالای من تو، بالای فرزند من تو نمیخواند و جواز نداره که انسان چنین اسم را بالای خود بگذارد، بالای فرزند خود بگذارد. مثلا احد، کسی حق ندارد اسم خود را احد بگذارد. آب میتواند که عبدالاحد اسم خود را بگذارد، بهترین اسم. کسی حق ندارد اسم خود را صمد بگذارد، خالق، رازق، رزاق. این اسمایی هست که خاص بر الله متعال اختصاص داده شده است. اگر با پسوند و پیشوند
پیشوند مناسب گذاشته شود مشکل ندارد. مثلا عبدالاحد، عبدالصمد، عبدالخالق، عبدالرازق، عبدالرزاق، چون این اسما گذاشتن درست است. میتونه که انسان با پیشوند عبد ایره بالای فرزند خود، بالای خود، بالای پدر خود، بالای برادر خود بگذارند. ولی که متاسفانه مردم ایمان از روی که باش اسم آسان به زبانشان تلفظ شود، عبدش پس میکنن، فقط احدش بیان میکنن، فقط صمدش بیان میکنن، فقط خالقش، فقط جبارش، فقط رزاقش بیان میکنن، فقط عزیزش بیان میکنن. عزیزان من، این خیلی جرم نابخشودنی هست، یک جرم بزرگی هست. اسم هست عبدالرحمن، همه گی بناز و رحمان صدا میکنن و خیلی جای زشت هست که صفت خدا هست. رحمان بودن تنها بر الله متعال میزیبد و صفت الله متعال است. نباید کسی به از بندگانش به اسم رحمان صدا شود، بلکه به اسم عبدالرحمن زیباست، مشکل ندارد. یا ای که اسم هست عبدالقهار، باز میبینید که بنده ها مثل من و تو برادر خود را، برادرزادی خود را، فرزند خود را بناز قهار جان صدا میکنیم. این بد است عزیز من. معنی قهار را بفهم، یعنی خشمگین، غضب. و خشم و غضب بر الله متعال میزیبد. اسم الله متعال هست و این اسم بالای من تو صدق نمی کند. و همچنان اسمایی هست که حرام هست بالای ای که موتو بالای خود بگذاریم، بالای فرزند خود بگذاریم. مثلا عبدالمحمد، عبدالاحمد، الله محمد، عبدالنبی، چون اسما بالای خود گذاشتن، بالای فرزند گذاشتن درست نیست. بعضی کساس عبدالرسول اسمش هست، سالها بنام عبدالرسول زندگی کرده، تذکرش بنام عبدالرسول، فرزندشان بنام فرزند عبدالرسول یاد میشه، یا اسمش الله محمد است، الله محمد. این خیلی اشتباه است. یک بار شما معنایش بفهمین، به معنی عبدالاحمد را معنیش بفهمین، یعنی بنده احمد. عبد به معنی بنده است. ولیکن عزیزان ما میگن بر اسم کتابی است، اسم است که در کتاب نوشته شده. نمیفهمین کدام کتاب، معنی این اسم چیست. یا حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابن ماجه روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم از اسمهای چون افلح و نافع و نافع و رباح و یسار منع کرده که شما چون اسمها را بالایتان نگذارید. بعض علمای اسلامی میگن به خاطر که افلح نگذارید، یکی شگود بد دارد، یعنی یک چیزی بد هست. در خانه صدا میکنی، خانم را مثلا صدا میکنی که افلح خانه هست، خانم صدا میکنه خیر نیست. افلح به معنی کامیابی بزرگ، یعنی صیغه اسم تفضیل هست، مبالغه هست، یعنی کامیابی وجود ندارد، یعنی یک نوع شگون بد تلقی میکنند. به همین خاطر است میگن رسول الله صلی الله علیه و آله منع کرده که شما اسمایتان را، اسم خودتان را، اسم پسرتان را به اسم افلح و نافع و رباح و یسار نگذارید. یا بعضی از دوستان من هستند، متاسفانه خیلی جای تاسف است، اسم بالای خود میگذارند به اسم عاصی. چی هستی؟ والا معاصی هستم. خب تو چی کاره هستی که در حق خود قضاوت میکنی که معاصی هستم؟ معنی عاصی رو میفهمی؟ عاصی یعنی گناهکار. درست است که من گناهکار هستم، تو گناهکار هستی، یعنی همه انسان ها در شمول گناهان را مرتکب شده ایم. ولیکن این دلیل نمی شود که بیاییم این گناه خود را بروی دیگران بکشیم تا اینکه مردم بفهمند که ما گناهکار هستیم. رسول الله صلی الله علیه و آله در یک حدیث می فرماید که بدترین جرم و بدترین گناه نزد الله متعال گناهی است که انسان مرتکب شد و پیش روی دیگران به پرده بکشاند. که ببینیم این گناه را مرتکب شدن ببینین به پرده میکشید و به او افتخار میکنند و تخلص خود را میگذارند. فلانی جان عاصی، این زشت است عزیزان من. اسمایی که واقعا مناسب من و تو نیست، این اسما را بالای خود نگذاریم، بالای فرزندان خود نگذاریم. و بس اوقات علما میفرمایند که انسانی که بالای فرزند خود اسم خوب و زیبا و مقبول و قشنگ میگذارد، این اسم بالای سرنوشت فرزندش تأثیر میکند. مثلا اسم فرزند خود را میگذارد عبدالرحمن، اسم زیبا و شایسته هست. چند سبایی میبینید که انسان رحم دل هست، مهربان هست، عطوفت دارد، شفقتش رونق میزنه در چهرش نمایان هست. یک انسان دیگر اسم بچه خدا میگذارد، یعنی اسمایی زشت میگذارد که حتی انسان به زبان بیان کردن نمیتواند. باید از چنین اسما انسان جلوگیری بکند و بالای فرزندان خود نگذارد. انشاءالله که مطلب را گرفته باشین. تشکر از اینکه با ما همراه بودید. الله متعال شما را در دنیا و آخرت موفق و مؤید داشته باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.